دوباره خوش آمدید به این بخش برنامه و قرار است در این برنامه با پیامد توافق میان آقای غنی و عبدالله و احتمال رفتن و توافق و یا نرفتن بیشتر صحبت میکنیم و آنچه که امروز در گزارش ها مشاهده کردیم بحثی که آقای عبدالله در کابینه و در شورای امنیت حضور نخواهند داشت و بحث مقرری هایی که آقای عبدالله صلاحیت نخواهند داشت و از سوی دیگر تأکید ثبات همگرایی و تیم آقای عبدالله که به 50% پافشاری دارند و این طرف آقای میثم سخنگوی آقای عبدالله گفتند که به این توافق بسیار نزدیک شدند. اما دو دیدگاه خیلی مهم وجود دارد در افغانستانی که یک شمار به این باور هستند که رفتن به توافق به این معنا که حکومت وحدت ملی تکرار میشه با شکست و ریخت بیشتره، ولی شمار دیگری به این باور هستند که این توافق باید صورت بگیره و افغانستان از رفتن به بحران نجات بده. و در میان این دو دیدگاه بحثای ریزی هم وجود داره که بیشتر خواهیم پرداخت در رابطه با این که واقعا چه خواهد شد و اگر توافق صورت گیرد چی میشه و اگر نشد چی و ما به کدام سو روان هستیم، صلح چه خواهد شد، خواست امریکا چیست و دیگر موارد. حالا گزارش هم میبینیم از همکارمان علی اصغری و دوباره برمیگردیم با جزئیات بیشتر با مهمانان گرامی بحث دنبال کنید. در حالی که هرگو سپیدار از احتمال امضای توافقنامه سیاسی میان دو طرف در این هفته یا هفته آینده صحبت میکنند، منابع نزدیک به آقای غنی تقسیم مساویانه کابینه و پست های کلیدی با تیم آقای عبدالله را رد میکنند. بر بنیاد یک فهرستی که با آریانا نیوز رسیده است، عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای مصالحه است. هر دو معاون انتخاباتی آقای عبدالله با عنوان معاونان شورای مصالحه معرفی می شوند. شورای مصالحه دارای دو کمیته و مجمع عمومی خواهد بود. وزارت صلح دبیرخانه مربوط به شورای مصالحه خواهد شد. با گفته منبع آقای عبدالله عضو نشست‌های کابینه و شورای امنیت نخواهد بود و همچنان صلاحیت‌های عزل و نصب را نخواهد داشت. موضوع اهدای رتبه مارشالی به جنرال دوستم نیز نهایی نشده، اما احتمالاً به 4 تن بزرگ قومی رتبه داده می‌شود. کلشی نهایی سو تصمیم اورباندی ونیور سو پریکړه اورباندی وس والا ټول جزئیات به د مطبوعات او لالاری د افغانستان حکومت له ول سر شریک. منابع ارگ ریاست جمهوری هم از پیشرفت ها در این مذاکرات خبر دادند، اما گفتند شراکت 50% تیم آقای عبدالله در دولت مطرح نیست. سپیدار میگوید دو طرف بر سر امضای توافق نزدیک شدند. این مذاکرات در روزهای اخیر پیشرفت های خوبم داشته. تلاش ها برای نهایی کردن توافق تا روزهای آینده کماکان ادامه می یابد. منابع میگویند کمک های آمریکا و سازمان های جهانی برای نهادهای امنیتی و توسعه افغانستان در گروه توافق میان دو رهبر است. در این بخش برنامه گفتگو را آغاز خواهیم کرد با مهمانانمان جناب آقای حبیب الله هوتکی، آگاه مسائل سیاسی از امریکا، و جناب آقای کریم پاکزاد، پژوهشگر بنیاد مطالعات بین المللی و استراتژیک فرانسه. مهمانان ارجمند، بسیار خوش آمدین به بحث و امیدوار هستم که از گزند و روزگار و بحث کرونا به دور باشید. آقای هوتکی، اگر از شما بپرسم که چه خبر است؟ آیا واقعا وضعیت سیاسی در افغانستان با توافق بهبود پیدا میکنه و یا توافق صورت خواهد گرفت؟ دلوی او مهربان خدای پنامه، برادر عزیز امینی صاحب و علی قدر پاکزاد صاحب، به شما هم سلام تقدیم میکنم. علیکم السلام. از اول معلوم بود که دکتر اشرف غنی به صفت رئیس جمهوری افغانستان از طرف کمیسیون انتخابات اعلان میشه و تیم مخالفش که در ردیف دوام قرار داشت که عبارت از تیم همگرایی بود، اونا مخالفت نشان میده. به همین لحاظ بود که از اول پیش از اینکه انتخابات شوه، تیم همگرایی تیم دولت ساز را به تقلب متهم میساخت. یعنی از اول برملا بود. خب هر ترتیب انتخابات صورت گرفت، از طرف کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت دکتر اشرف غنی به صفت رئیس جمهوری قانونی و حقوقی افغانستان اعلان شد و به اساس پیشبینی که قبلا وجود داشت، تیم دکتر عبدالله مخالفت نشان داد و این مخالفت به امروز جریان داره. فکر می کنم که تیم عبدالله زیادتر تلاش داره که در افغانستان، در حکومت آینده افغانستان، بعضی پست ها را مثل سابق واری به اختیار داشته باشه که او از قدرت و توان تیم دکتر اشرف غنی بیرون است. د مثال په توګه د دکتر عبدالله په ټیم کې ځینې کسان دي چې هغه په اوسني حکومت کې
پراتون کی حکومت کی دی ځان ته ځای نه لري موقف نه لري نو دی د افغانستان د سیاسي سیستم د بدلون حلیز لیکلی لکه صلاح الدین ربانی احمد ضیاء مسعود چې دی نور په حکومت کې د دې لپاره کم وزارت کم مقام ځای نه لري چرا زه فکر نه کوم چې دغه توافق یو نهایي ته ورسیږي ځکه هغه غوښتنې چې عبدالله عبدالله کوي دا بیرته د افغانستان هغه د ملي وحدت حکومت تکرار دی او دا یو ډیره ناکامه او خرابه تجربه وه د افغانستان خلک بیا نه غواړي چې په افغانستان کې دوه سری حکومت ولري ښه به دا وي چې ډاکټر اشرف غني په خپل ځان پاتې شي او د ډاکټر عبدالله او د نورو ټیمونو څخه هغه شایسته خلک هغه د کار خلک هغه پوه خلک هغه غیر تنظیمي غیر حزبي خلک راټول کی حکومت کی ځای ورکی په شورا سوله کی ځای ورکی او په نورو دولتي او عدلي مقامونو کې دغو حق دی هغه ته ځای ورکړي تر څو چې یو همشمول حکومت دریو رهبری دریو سیستم دریو رئیس جمهور در عنوان باندې فعالیت وکړي زما په نظر دا به بهترینه کار دی جناب هوتک شما اشاره داشتین که آقای مسعود و آقای ربانی دیگه نمیتونن در حکومت پستای بلند داشته باشن دلیلش شما در چی میدونن فکر میکنین که عامل کشیدگی های سیاسی بیشترش امی چهره هستند؟ به نظر ما بله به خاطر از اینکه احمد ضیاء مسعود در حکومت قبلی به صفت معاون رئیس جمهور بود دیگه اونا دیگه نمیخواد که وزیر شوه اونا نمیخواد که مهین شوه اینا نمیخواد که سفیر شوه همچنان صلاح الدین ربانی که وزیر خارجه بود و فعلا در ایوازش اتمر تعیین شده دیگه اونا نمیخواد که یک پست پایین‌تر از وزیر خارجه قبول کنه بنای نه یک چیزی میخواد که بیخی هم یک تشنجات ادامه پیدا کنه تا سیستم تبدیل شوه یک مقام صدارت چه بوجود بیه که اونا باید صدر اعظم یا به حساب رئیس اجرایی در بمیان بیه ما فکر میکنیم که همین دو نفر و در پالوی چند نفر دیگه حاضر نیسته که در افغانستان یک بانی شکل حکومتی که فعلا وجود داره بانی شکل رئیسچی حکومت متمرکز که فعلا وجود داره اونا همی پروسه را سبوتاج میکنه و میخواه برای خود جایگاهی را در حکومت آینده پیدا کنه خب اگر چنین باشه آقای غنی نمیدونه که خودش به لحاظ قانونی پیروز است و قرار نیست باج بده اگر پیروز باشه چرا باج میتپس آیا واقعا یک باج سیاسی نیست وقتی برشان طرح داده میشه روی از او غور میکنن آقای خلیلزاد تا پنج صبح تلاش کرد در روز تحلیف اگر برنده هستن چرا قانون تطبیق نمیکنن چرا باج میتن خو این مسئله باج نیست شما ببینید که افغانستان یک کشور کثیر الملل است اقوام مختلف زندگی میکنه جریانیا و تنظیم های سابقه وجود داره مردم اکثرش مسئله است سلا داره حضور و قدرت کار میگیره دیگه این طور یک حالت عادی در افغانستان وجود نداره این باج نیست اگر باج باشه خیچر عبدالله میتیم عبدالله با دکتر اشرف غنی اونا چی میتر؟ پیشنهاد میتر اونا میگه که حکومت تقلبی است اشرف غنی به حساب تقلبی وجود آمده یعنی میگه اینا پیشنهاد میتر اونا از اونا خاص میکنه ای خودش بر اسمش نختنی دکتر اشرف غنی به صفت رئیس جمهور افغانستان است خب در صورتی که چنین است آقای غنی پس چرا باید این طرح بپذیره چرا قانون برش چه صلاحیت داده آیا صلاحیت تطبیق برنامه هایش داده هنوز کابینه شما معرفی نکرده والی هایش معرفی نکرده ریاست های مستقل مانده چرا کارش شروع نمیکنه چرا امریکا نگران است واقعا مردم میخواه بدانه که چه چیزی در جریان است آیا واقعا آقای غنی ریگ به کفش نداره و آقای عبدالله حقش است که دریافت کنه چیزی چه خبر است اینطور نیست که تنها در افغانستان تنها دکتر عبدالله است اونجا گلبدین حکمتیار هم وجود داره اونا هم یک تنظیم داره اونجا نبیل هم وجود داره دکتر اشرف غنی مجبور است به همه قدرت بیته به همه حکومت جای بیته دکتر اشرف غنی ما بیتون منظور ما نیست که ما از رو طرفداری کنم ما قانونی گپ میزنم هر کس که در راست حکومت وجود داره اونا کوشش میکنه که اتشمو جلوگیری کنه اونا کوشش کنه که از رای صلح پیش بروه و اونا کوشش میکنه که همه حالت فعلی که در افغانستان تشنج بود ایراز بین ببره و شما طرفدار توافق نیستین و فکر میکنین که آقای عبدالله با تیمش میخواه که از آقای غنی حق بگیره و اگر نگیره تشنج میکنه اما مسئله حق چیه یعنی حق چی یعنی چیزی که حالا آنچه که حالا خودش طرح کرده و باید به او برسه میخواد سهم داشته باشه واقعا ایره شما چی میگین این سهم از حق از باج از تهدید است تعریف شما چی است از اینکه آقای غنی در انتخابات برنده شه و بیا باز با امرای آقای عبدالله بازم توافق کنن طرح ما یا پیشنهاد ما ایست که دکتر اشرف غنی از تمام تیم ها نه تنها سنها از گروپ عبدالله تنها اشخاص و افرادی که شایستگی کار داشته باشه فهم داشته باشه
به منافع ملی افغانستان وفادار باشه، از هر قوم، از هر قبیله، از هر تنظیم که باشه مهم نیست. این حتمی نیست که باید از تیم عبدالله باشه یا از تیم حکمتیار باشه، اشخاص و افراد خوب وجود بیاره. ما طبقه در گروی همین چند نفر 200 نفر فرصت طلب چوکی طلب باشیم، چرا همیشه حکومت در گروگان همین چند نفر باشه؟ در افغانستان دیگه اشخاص و افراد که سلاح نداره، زور نداره، قدرت نداره، کلی فهم و دانش داره. منظورتون همین 200 نفر و چه کسانی گروگان گرفتن افغانستانه؟ همین کسایی که فعلا به نام سیاسیون است، قبلا به نام جنگسالار یاد میشد، تنظیم ها بوده. همین کسایی که امروز در دوری آقای کرزی جمع شده، همین کسایی که امروز حکومت تهدید میکنه، همین کسایی که امروز ملت تهدید میکنه، همین کسایی که امروز افغانستان در گروگان گرفته، این 200 نفر شما میشناسین؟ در راستش کی است؟ در راست 200 نفر کی است؟ خود در راست کشکی اونا یک راست میداشت، اونا هر کس یک راست است، هر کس یک قدرت است. شما جنگ های داخلی افغانستان یک تنیز قبل از طالبان و شما طرفدار توافق 50-50 نیستین و میخواین که همه در حکومت سهم داشته باشن و شما رو باور شما میخواین که تهدید کنن حکومت و زور بگیرن از حکومت، همونطور است؟ ما طرفدار یک وحدت ملی به شکل واقعیش هستم که در اونجا تمام اشخاص و افراد ملی اشتراک کنند. بر رهبری آقای غنی باشه و یا چهره دیگری و از نظر شما بهتر است؟ منظور شما از رئیس جمهور در اصل قدرت؟ دقیقا فعلا خود اشرف غنی اون به صفت رئیس جمهور اعلام شده از طرف کمیسیون انتخابات. ممنونم اوتک صاحب، خیلی تشکر. درست پاکزاد صاحب، شما را هم خوش آمدید میگم. صحبت های آقای هوتکی را مسلمان شنیدین. واقعا این توافق شما چیزی که میدانین بر اساس چی امضا میشه و آیا امیدوار هستین که وضعیت بهبود پیدا کنه و یا شما را آمدن تهدید میکنن و حق میگیرن؟ دید شما را میخواییم بدانیم. خب سلام به شما، به آقای هوتک و همچنین به میندگان شما. من دو کلمه قبل از این که واقعا ارزیابی و تحلیل بپردازم، اینو باید بگویم که واقعا مردم افغانستان، اکثریت قاطع مردم افغانستان و جز افرادی که مربوط به این تیم یا آن تیم است یا در دولت جا و بارگاهی دارند، به تنگ رسیدند، واقعا به تنگ رسیدن. در اثر تماس هایی که من در افغانستان دارم با مردم در ولایات مختلف، واقعا مردم نمیدانن اصلا که سرنوشت از اینا به کجاها خواهد رسید. خب بعد از این صحبت اگر بیاییم روی سوال شما به طور اساسی صحبت بکنیم، من فکر میکنم دو نوامه میتونم سوال جواب بدم. یکی جواب آمه پسند است، یکی جواب است که اکثریت مردم عوام به اعتقاد دارند و منتظر از او هستند. او عبارت از این است که خب خدا کند که همین دو نفر آقای اشرف غنی و آقای عبدالله با هم جور بیایند و یک رای پیدا کنند و یک حکومت تشکیل بدن و ما از این غم خلاص شویم و سرانجام اینا بتوانند با طالبان مذاکره کنند و غیره. یک جواب این است. من فکر میکنم این جواب اگر هم تحقق بپذیره رای حل نیست. چرا رای حل نیست؟ به نظر من اختلافات کنونی، تنش‌های سیاسی کنونی چیز تازه نیست در افغانستان. این محصول تحولات است که در افغانستان نه تنها طی 20 سال اخیر بلکه طی 40 سال اخیر به وجود آمده. از یک طرف ما روبروی یک نظام فاسد، یک نظامی که هیچ نوع پایه مردمی نداره، مشروعیت نداره، انتخابات از او، چی انتخابات اخیر ریاست جمهوری، چی انتخابات شورای ملی، چی انتخابات 6 سال پیش 2014، همه اینا تقلبی بود و حتی قدرت سیاسی که در این سالهای اخیر در افغانستان حکومت کرده نه مشروعیت داشته و نه قانونیت. خب چرا این وضع به وجود آمده؟ من فکر میکنم که در ورای توقعات و ادعاهایی که تیم ثبات و همگرایی طرح میکنند، جدا از اینکه تقسیم قدرت و جای و مقام اینا درش وجود داره، آنچه که مهم است فکر میکنم که اینها در حقیقت
آن چی را تبارز میتن که در افغانستان به وجود آمد. یعنی که حالا دیگه افغانستان نمیتونه مثل 50-60 یا یک قرن قبل به طور تبعیض‌آمیز، به طور یک جانبه و به طور خودکامه اداره شود. از این لحاظ است که فکر میکنم که حتی اگر آقای عبدالله هم با گرفتن جا و مقام به طور مثال ریاست شورای مصالحه با اختیارات محدود یا اختیارات بیشتر و چند تا وزیر هم با موفقیت برسند، این نطفه های اصلی بحران در افغانستان پایان نمییابد. این بحران ها، این نطفه های بحران در افغانستان زمان پایان مییابد که طوری که آقای اوتک در جای گفت حکومت ملی، حکومت وحدت ملی ایجاد شود. نه حکومت، نه تکرار حکومت وحدت ملی 6 سال پیش، بلکه حکومتی که از تمام اقشار و بخش‌های جامعه افغانستان نمایندگی کرده بتواند بگوید که آه، اینم من، ببینید من نمایندگی میتونم. میخوایم بپرسم که آقای هوتکی به این باور هستند که بحث حکومت باید بر مبنای قانون باشه و این موارد و گروه هم و کسانی که میان حکومت را تهدید میکنن اینا اصلا سری ندارن و اینا در وضعیت بحرانی افغانستان به یک نحو دخیل هستند. اگر دیدگاه این گونه باشه، شما با کدام پاسخ، با کدام روش این دیدگاه را میخواین تغییر بتین؟ این را برش چطور رای حل پیدا کنیم؟ در صورتی که امی گروه 200 نفری را که آقای هوتکی نام بردن که افغانستان را به گروگان گرفتن، چطور این را باید نفی کنین؟ این اتهام چطور برداشته میشه واقعا؟ ببینین در افغانستان، این مسائل سیاسی افغانستان هست. ما با هیچ نوع تحریح ها و ارزابی هایی که در جوامع دیگر، جوامع دموکراتیک و یا حتی جوامع نیمه دموکراتیک هم وجود داره، نمیتونیم ارزابی و تحلیل بکنیم. حکومت کنونی افغانستان، همین حکومتی که 6 سال روی افغانستان حکومت کرد، قانونی نبود. همین رای حل هم که آقای کرزی و عبدالله جستجو میکنن، این قانونی نخواهد بود. اگر واقعا طوری که شما در یکی از سوالات خود از آقای اوتک پرسیده، اگر واقعا اشرف غنی، نه با زدمانهای این قسم و آن قسم و استفاده از ادارات دولتی و غیره خود رئیس جمهور ایران کرده، اگر این واقعا رئیس جمهور باشه و رئیس جمهور مشروع، این هیچ الزام وجود نداره که قدرت تقسیم بکنن. آقای اوتکی پاسخشانی بود که در پی وحدت است آقای غنی و این یک نیاز است، باید از تمام تیمها باشن. امیر روشش است؟ ببینید افغانستان درست است که جامعه زخم خورده است. افغانستان جامعه است که جنگ هنوز تمام نشده. افغانستان کشور است که فرهنگ جنگی حتی در میان سیاستمداران حاکم است. خب در چنین شرایطی چگونه میتوان یک حکومتی که حداقل در این مرحله بسیار حساسه که اینا باید برن با طالبان مذاکره کنن، چگونه به وجود میآید؟ آیا واقعا کسی که محصول یک انتخابات پر از تقلب که در او 90% مردم افغانستان اشتراک نکردند، آیا مشروعیت داره؟ آیا قانونیت داره؟ قانونیت هم داشته باشه، آیا مشروعیت داره؟ جواب نیست. پس رای حل به نظر من، رای به حل به نیست که این دو تیمه که این قدر یکیش برای حفظ قدرت، یک قدرت خودکامه و دیگری برای گرفتن یک بخش از قدرت با هم در تضاد و منازعه هستند، اینا باید مهار شوند. باید جامعه مدنی افغانستان، باید مردم افغانستان از طریق راه‌های مختلف، جرگه‌های خود، شوراهای خود، ایالات خود، ولسوالی‌های خود، جامعه مدنی، رسانه‌ها و غیره، همه اینها باید یک باعث یک اهرم فشار باید طوری بکنه که یک جرگه ملی بزرگ ایجاد شود که اوی شباهت با لوی جرگه ندارد. و از این میان ما یک حکومت موقت ایجاد بکنیم. حکومت دائمی افغانستان بعد از سال با طالبان ایجاد خواهد شد. درست. اگر بپردازیم به مشخصا بحث توافق، فکر میکنین آقای عبدالله به چی قناعت میکنه؟ و آقای اوتکی هم به این باور هستند که اگر این چنین نشه و یا امی قدرت تقسیم نشه، ممکن شما را اختشاش کنن و اسلحه دارن و این موارد،
شما فکر میکنین که آقای عبدالله به دنبال چی است و با کدام تضمین میتونه این بار هم با آقای غنی کار کنه؟ چون بارها قبل از انتخابات دو طرف میگفتن که ممکن نیست که چنین وضعیت دوباره تکرار شود. بله، من فکر نمیکنم که مردم افغانستان آمادگی برداشتن اسلحه و یک جنگ دیگر داشته باشند. مردم به تنگ آمدن از جنگ، هر نوع که جنگ که باشد. از این لحاظ است که من این نوع رای حل را به هیچ وجه، گرچه بعضی ها تعدید میکنند، من اینو نه درست میدانم و نه قابل اجرا میدانم. ولی از طرف دیگر سوال دیگه شما این که آقای عبدالله، ما آقای عبدالله را میشناسم، نسوز تمام سایر رهبرای افغانستان. آقای عبدالله، من فکر میکنم که اگر آقای اشرف غنی تا حد به مطالبات از این تن بده، یعنی که شورای مصالحه که میخواد ریاستش رو بگیره یک فرمولیتی نباشه، یعنی واقعا قدرت اجرایی داشته باشه، و آقای عبدالله بتونه چند پست وزارت دیگر هم برای دوستان خود بگیره، در اون صورت آقای عبدالله راضی میشه به یک مصالحه با آقای اشرف غنی. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه این روز در افغانستان متاسفانه ما در حال نرسیدیم که احزاب سیاسی بزرگ روی پروژه ها و برنامه های سیاسی و با پشتوانه مردمی اینا در مسائل سیاسی افغانستان شامل باشن، رای حل بدن و افغانستان هدایت بکنن، چون ما در این مرحله نیستیم. همین طوری که آقای هودکی هم اشاره کردن، افغانستان یک جامعه قومی است، یک جامعه قومی است. در این جامعه قومی که امروز یک عده از اقوام ببینید با وضاحت باید مسائل مطرح بکنیم تا مردم بفهمند، یک عده از اقوام وقتی که خود کامگی آقای غنی را که میخواهد قدرت برای خود افس بکنه و از این طریق حاکمیت دائمی خود کامگی و تبعیض‌گرایان در افغانستان ادامه ببخشه، این مورد اعتراض است. خب این برای اعتراض پیدا کردن از این دو راه وجود داره، یک راه که با آقای عبدالله و یک بخشی از تیم از او موافقت صورت بپذیره، یک شکل دیگه از حکومت وحدت ملی به طور غیر قانونی، به خاطر که در متن که امروز انتشار پیدا کرده و بخصوص توسط شما در جای ذکر شده که این توافقنامه را ما با پارلمان عرضه میکنیم. یعنی چی؟ پارلمان جای قانونگذاری است، نه جایی از این که روی توافق دو نفر اشرف غنی و آقای عبدالله صحه بکنه. ببینید افغانستان نه با قانون اداره شده و اداره میشه، نه با سیاست. از این لحاظ است که من فکر میکنم که این واقعیت اساسی تغییرات که در افغانستان به وجود آمده، این باید همه ما از هر قوم و گروه و طرز تفکری که هستیم، به خاطر نجات افغانستان، به خاطر وحدت مردم افغانستان، به خاطر از اینکه فردا در پروسه صلح با طالبان پرقدرت ما بتوانیم چیزهایی را حاصل بکنیم، ما نیاز داریم که یک حکومت موقت قوی که این بگوید خب من حالا اگر از تمام مردم افغانستان نمایندگی نمی کنم، اگر از تمام افرادی که زیر طالب است نمایندگی نمی کنم، حداقل از یک بخش وسیع از مردم نمایندگی می کنم. آقای پاکزاد، با باور شما جهان در این وضعیت نقشش چی است؟ خواستش چی است؟ این توافق که حالا قرار است امضا شوه و ممکن است امضا شوه، به خواست خود آقای غنی و با توجه به وضعیت اجتماعی سیاسی و دادن و یک نحو فرصت برای دیگران انجام می شود یا نه؟ این یک نحو فشار بیرونی است که باید این صورت بگیره و آقای غنی داره وقت کشی میکنه در حالی که از قبل این تایید شده و این باید انجام شود. دیدتان چی است؟ بله، یکی از دلایلی که آقای اشرف غنی حاضر به مصالحه شده و یک بخش قدرت می خواهد بر عبدالله ببخشه، و برای اینکه عبدالله هم که سوگند روی قرآن به خاطر اینکه رئیس جمهور انتخابی است، اونم کنار میگذارم، میخواد وارد مذاکره شه برای یک پس دیگر، این از درون جامعه افغانستان و مردم افغانستان بر نمیخیزد. این اردوی اینا زیر فشار خارجی و طور عمده زیر فشار ایالات متحده امریکا اینا سعی میکنند یک راه حل بپذیرند. چرا؟ ببینید نه تنها امریکا، اروپا، سازمان ملل، تمام سازمان های بین المللی
همه اینا بر افغانستان تاکید دارن که به هر چی زودتر شما به توافق برسید. عبدالله به دنبال چی است و با کدام تضمین میتونه این بار هم با آقای غنی کار کنه؟ چون بارها قبل از انتخابات دو طرف میگفتن که ممکن نیست که چنین وضعیت دوباره تکرار شود. بله، من فکر نمی کنم که مردم افغانستان آمادگی برداشتن اسلحه و یک جنگ دیگر داشته باشند. مردم به تنگ آمدن از جنگ، هر نوع که جنگ که باشد. از این لحاظ است که من این نوع رای حل را به هیچ وجه، گرچه بعضی ها تعدید میکنند، من اینو نه درست میدانم و نه قابل اجرا میدانم. ولی از طرف دیگر سوال دیگه شما این که آقای عبدالله، ما آقای عبدالله را میشناسم، مثل تمام سایر رهبرهای افغانستان. آقای عبدالله، من فکر میکنم که اگر آقای اشرف غنی تا حد به مطالبات از این تن بده، یعنی که شورای مصالحه که میخواه ریاستشو بگیره یک فرمولیتی نباشه، یعنی واقعا قدرت اجرایی داشته باشه، و آقای عبدالله بتونه چند پست وزارت دیگر هم برای دوستان خود بگیره، در اون صورت آقای عبدالله راضی میشه به یک مصالحه با آقای اشرف غنی. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه این روز در افغانستان متاسفانه ما در حال نرسیدیم که احزاب سیاسی بزرگ روی پروژه ها و برنامه های سیاسی و با پشتوانه مردمی اینا در مسائل سیاسی افغانستان شامل باشن، رای حل بدن و افغانستان هدایت بکنن، چون ما در این مرحله نیستیم. همینطوری که آقای هودکی هم اشاره کردن، افغانستان یک جامعه قومی است، یک جامعه قومی است. در این جامعه قومی که امروز یک عده از اقوام ببینید با وضاحت باید مسائل مطرح بکنیم تا مردم بفهمند، یک عده از اقوام وقتی که خود کامگی آقای غنی را که میخواهد قدرت برای خود افس بکنه و از این طریق حاکمیت دائمی خود کامگی و تبعیض‌گرایان در افغانستان ادامه ببخشه، این مورد اعتراض است. خب این برای اعتراض پیدا کردن از این دو راه وجود داره، یک راه که با آقای عبدالله و یک بخشی از تیم از او موافقت صورت بپذیره، یک شکل دیگه از حکومت وحدت ملی به طور غیر قانونی، به خاطر که در متن که امروز انتشار پیدا کرده و بخصوص توسط شما در جای ذکر شده که این توافقنامه را ما با پارلمان عرضه میکنیم. یعنی چی؟ پارلمان جای قانونگذاری است، نه جایی از این که روی توافق دو نفر اشرف غنی و آقای عبدالله صحه بکنه. ببینید افغانستان نه با قانون اداره شده و اداره میشه، نه با سیاست. از این لحاظ است که من فکر میکنم که این واقعیت اساسی تغییرات که در افغانستان به وجود آمده، این باید همه ما از هر قوم و گروه و طرز تفکری که هستیم، به خاطر نجات افغانستان، به خاطر وحدت مردم افغانستان، به خاطر از اینکه فردا در پروسه صلح با طالبان پرقدرت ما بتوانیم چیزهایی را حاصل بکنیم، ما نیاز داریم که یک حکومت موقت قوی که این بگوید خب من حالا اگر از تمام مردم افغانستان نمایندگی نمی کنم، اگر از تمام افرادی که زیر طالب است نمایندگی نمی کنم، حداقل از یک بخش وسیع از مردم نمایندگی می کنم. آقای پاکزاد، با باور شما جهان در امی وضعیت نقشش چی است؟ خواستش چی است؟ این توافق که حالا قرار است امضا شوه و ممکن است امضا شوه، به خواست خود آقای غنی و با توجه به وضعیت اجتماعی سیاسی و دادن و یک نحو فرصت برای دیگران انجام می شود یا نه؟ این یک نحو فشار بیرونی است که باید این صورت بگیره و آقای غنی داره وقت کشی میکنه در حالی که از قبل این تایید شده و این باید انجام شود. دیدتان چی است؟ بله، یکی از دلایلی که آقای اشرف غنی حاضر به مصالحه شده و یک بخش قدرت می خواهد بر عبدالله ببخشه، و برای اینکه عبدالله هم که سوگند روی قرآن به خاطر اینکه رئیس جمهور انتخابی است، اونم کنار میگذارم، میخواهد وارد مذاکره شه برای یک پرس دیگر، این از درون جامعه افغانستان و مردم افغانستان بر نمیخیزد. این اردوی اینا زیر فشار خارجی و طور عمده زیر فشار ایالات متحده امریکا اینا سعی میکنند یک راه حل بپذیرند. چرا؟ ببینید نه تنها امریکا، اروپا، سازمان ملل، تمام سازمان های بین المللی
همه اینا بر افغانستان تاکید دارن که به هر چی زودتر شما به توافق برسید. بگذارید در این بخش برنامه وقفه داریم و دوباره بحث ادامه خواهیم داد. شما را دوباره به ادامه بحث خوش آمدید میگیم و در این بخش برنامه از جناب آقای حبیب‌الله هوتک میپرسم که جناب هوتک، با توجه به صحبت‌های آقای پاکزاد همیشه شنیدین و موارد درشتی هم داشت که باید به او پرداخته شود، بحثی که آقای عبدالله با دنبال هدف است فراتر از خواست تیمش و اگر این توافق هم صورت بگیره مشکل حل نمیشه و مردم باید اقدام کنند چون قانون به گونه درست تطبیق نشد، انتخابات همه غیر شفاف بودند و در کنارش بحث قدرت‌های خارجی که خواهان تقسیم قدرت هستند و راه آقای غنی نداره. آقای غنی در این شرایط چی کرده میتونه؟ آیا میتونه به تنهایی بره به طرف صلح با طالبان و یا از آقای عبدالله ممکن است به عنوان یک ابزار برای رسیدن به توافق با طالبان استفاده کنه؟ و پاسختان در رابطه با صحبت‌های آقای پاکزاد اگر داشته باشه. تشکر. اول ببین که ما اوتکید تخلص دارم بارتر چیم درست. ما در این گپی آقای پاکزاد مخالف هستم که اونا میگه که در تیم دکتر اشرف غنی اکثریتشن چوکی طلب و پس طلب هستن و برعکس در تیم دکتر عبدالله آدم های بسار ملی و پاک نفس و وفادر منافع ملی است. ولی ما میگم برعکس، ما کسایی که در طولی امودسه ما دیدم اکثر جوانای بسار دانشمند فهمیده که به منافع ملی افغانستان و فادر است در دوره دکتر اشرف غنی جمع شده و برعکس در تیم دکتر عبدالله ما میبینیم بس هم چهرهایی که افغانستان به همین حالت رسانده و نه تنها برای تنظیم خود برای فامیل خود قدرت میخواه که داخل قدرت شود. شما و اشخاص و افراد میشناسین و اینجا تنها مسئله اشرف غنی و عبدالله نیست، اینجا مسئله دو تیم است. در هر دو تیم متاسفانه بعضی افراد و اشخاص وجود داره که اونا به خاطر قدرت و مقام و مبارزه میکنه و به خاطر میخواه که برای خود موقف های دولتی موجود بیاره، وزارت را به دست بیاره. اینا به هیچ وجه به این مسائل ملی که ما بتانیم افغانستان به یک وحدت ملی برسه اونا دکسش نیست. دیگه ای که محترم پاکزاد گفت که کسی جنگ نمیکنه، ملت جنگ نمیکنه. ما به یک باورمند هستم که در مجموع ملت از جنگ خسته شده. ولی ما و شما در کابل بعضی افراد و اشخاص بعضی جوانای خونگرم میبینیم که اونا به هیچ چیز وفادار نیستن، اونا هنوز مصالح میگردن، اونا هنوز افراد مصالح دارن. یعنی می تشویش از فکر میکنن که بر تیم عبدالله و بر تیم دکتر اشرف بخانی وجود داره که اونا کوشش میکنن که این مسائل آرای صلح وجود داره. اونا غیر از روز دیگر چی دارن؟ درست. با باور شما جناب هوتکی، آقای پاکزاد اشاره کردن که امریکا به دنبال حکومت است که بره با طالبان مصالحه کنه و توافق امریکا و طالبان تطبیق شود تا بحثای کالا در امریکا جریان داره، انتخاباتی موارد دستاورد هم باشه. امریکا با باور شما کنج هستین، دیدگاهش چی است و آقای غنی را به عنوان رئیس جمهور پذیرفته و مشکل نیست که بدون آقای عبدالله با پیش بره و وضعیت با آقای غنی میتونه کنترل کنه و در کنارش چقدر وقت داره و چقدر با دیدگاه آقای پاکزاد موافق هستین که حکومت ممکن به یک نحوه دوام هم نکنه و برن به طرف از اینکه با طالبان یک جا شوه؟ و اگر مسئله صلح با طالبان باشه و این هر دو تیم وفادار باشه به صلح، ما فکر میکنیم که اشخاص و افراد وجود داره در هر دو تیم، خصوصا در تیم عبدالله که اونا هیچ به صلح وفادار نیستن. اونا منافع خود در صلح میبینه، اونا نمیبینه، اونا منافع خود در جنگ میبینه. و این مسئله صلح یک بهانه شده، یک وسیله شده که هر دو تیم برای از اینکه میگه ما به صلح برسیم بیا با هم یک جای شویم. شما دیدن تیمی که بر خاطر صلح انتخاب شده اشخاص و افرادی هستن که اونا فقید صلاحیت صلح هستن. اونا این تیم به اساس مسائل ارتباطات فامیلی و گروپی و حزبی و قومی انتخاب شده. در اونجا یک خانمی هستن که اونا به اساس از اینکه این قاچاقبر بود، این افراد مسلح داشت، حق داده نشد که به حیث وکیل انتخاب شوه، کاندید شوه. و این روز اینا را به صفت نماینده زنان در تیم صلح انتخاب شده. یک ریشخند برای صلح هست. فکر نمی کنیم که طالبا نه با اشرف غنی نه با عبدالله صلح کنه، این حکومت به رسمیت نمیشناسه، اونا را غیر قانونی میدانه، طالبا برای خود اجنده داره، طالبا به هیچ وجه نمیخواد که پارتی همین حکومت شوه.
اونا برای خود میخواهند، اونا برای خود امارت اسلامی میخواهند، اونا برای خود. اشاره که شما به بحث حضور یکی از نمایندگان پیشین پارلمان داشتین، ظاهراً تنها از طرف آقای عبدالله نبوده. اگر بپردازیم به این که امریکا فکر میکنین با چنین طرحی که آقای پاکزاد گفتن موافق است که باید قدرت تقسیم شه و یا نه از آقای غنی حمایت میکنه؟ امریکایی تو نگفته که شما قدرت هم پینجا پینجا تقسیم کنین. امریکا گفته که شما تمام اقوام و تمام تنظیمه، نه تنها دکتر عبدالله، منظورش از حکمتیار هم است، منظورش از نبیل هم است، نبیل کسایی دیدم که سلاح نداره، زور نداره، قدرت نداره، ولی اشخاص و افراد ملی است، تحصیل داره، فهم داره، دانش داره، برای منافع ملی افغانستان وفادار است، اونا هم باید در حکومت داخل شوند. ما چرا تنها سر امی دو گروپ پاپشری داشته باشیم که این حکومت تنها از دو گروپ تشکیل شد؟ حالا دیگه بحثی نیست جناب هوتکی، دیگه آقای حکمتیار، آقای نبیل نیاوردن طرح مشاجره و یا مذاکره شده روی وزارت ها، تنها آقای عبدالله طرفشان است که اونا تحلیف بجا آوردن و آقای اطمر آمدن گماشته شدن به امضای آقای غنی به عنوان وزیر و این موارد خب شما میدانین وضعیت. اگر من این گناه بپرسم که دیدگاهتان در رابطه به عملکرد آقای غنی چی است؟ شما با یک نحوه اونا را برنده میدانین در صورتی که آقای پاکزاد رد کردن و مواردی که وجود داره؟ اگر آقای غنی بره به دنبال این توافق، حالا هر چیزی که است امضا شوه به عنوان دادن سهم، آقای غنی را چی میبینین؟ باید چرا باید این کار بکنن؟ لقبی که برشان شما عطا میکنین چی است واقعا؟ چرا باید این کار بکنن؟ ما فکر نمی کنم که این کار بکنه. شما ببینید که تیم مخالف دکتر اشرف غنی رتبه مارشالی را با ارش دوستم پیشنهاد کرده. یعنی چی؟ یا فرضاً نصف حکومت میخواد. اگر اشرف غنی کار بکنه ممکن نصف ملت از او رو بگردانه و اینا به صفت یک آدم غیر صحیح تلکی شوه. به خاطر از اینکه کسایی که برای زیر رای داده اینا را به صفت رئیس جمهور انتخاب کرده، اینا باید نباید با کسایی معامله بکنه که دستای شب خون ملت اغشته باشه. اینا نباید با کسایی معامله کنه که اونا در تاریخ افغانستان نام نیک نداره. اونا به نام های ای ده هر قوم ده هر قبیله کی باشه، منظورم تا نام یک نفر یا دو نفر نیست. ما در هر ولایت در هر سمت آدمای بسیار بسیار خراب داریم که افغانستان به امنی حالت رسانده و ای ده هر دو چی موجود داره. ما میگم حکومتی به وجود بیاید نه تنها از کمی عبدالله و اشرف غنی، بلکه از تمام اشخاص و افراد ملی، اشخاص و افرادی که به منافع ملی افغانستان وفادار باشه، افراد اشخاصی که مصالح نباشه، افراد و اشخاصی که گروه های جنگی نداشته باشه. این یک اشخاص اگر سر قدرت بیاید فکر میکنید افغانستان همی وضع خوب میشه. جناب اگر باز همی دو چیم مهربانی صاحب، من میخواستم این گونه بپرسم که در صورتی که آقای عبدالله به یک نحو مخالف باشه، آقای غنی هم پافشاری کنه به بحث قانون و صلاحیتی که برش داده شده، آیا فکر میکنین توان ادامه کار را داره با توجه به بحث صلح و این طرف دیده میشه که آقای عبدالله به یک نحو ناراض میشه از حکومت و ممکن ادامه بده به خواسته هایش و نارضایتیش، آقای غنی توان پیش بردن حکومت تا آخرش داره با توجه به خواست امریکا، حضور طالبان، بحث تهدید داعش، مخالفت آقای عبدالله؟ ما فکر میکنیم که علی حکومت بسیار خوب روان است بدون عبدالله، بدون گروپ عبدالله تمام کار بسیار خوب پیش میره و اگر گروپ عبدالله پس به حساب پینجا پینجا میه، فکر میکنیم که امی حالت پس توقف پیدا میکنه. اون شما دیدن که وزیر خارجه تعیین شد، وزیر مالیه تعیین شد، سفیرات تعیین شد، میره شهروال کابل تعیین شد، مسئله کرونا مبارزه سرسخت روان است، به کشورهای خارج قراردادها میشه. این حکومت تقریبا به شکل عادی جریان داره و اگر اینا بعضی اشخاص و افراد فعالی خود باز میاره به صفت از اینکه اینا پینجا پینجا تقسیم بکنه، بعد سر یک وزیر ما یک سال جنجال داشته باشیم، این هنوز حکومت به عقب میبره. ما میگم گروپ عبدالله را بیاره به صفت وزرا یا به صفت مینا، ولی نه تنها همگیشه، کسای افراد و اشخاصی که دستهایش در جنگ های افغانستان اغشته نباشه، کسایی که در اصل در گروپ عبدالله افراد مثال ملی و تحصیل کرده و تحصیل یافته. در اخیر میخواهیم دیدگاهتان را داشته باشیم آقای هوتکی که شما در امریکا هستین و امریکا
به عنوان دایه‌دار دموکراسی در جهان فکر میکنین که چرا باید چنین شود که بیاییم ما انتخابات برگزار کنیم، قربانی بتیم و شما از انتخابات ها به یک نحوه راضی بودین که مشکل نداشته و برنده اعلام شده، اما چرا به این توافق کنیم؟ امید چی یک بنیاد و یا یک میراثی را برای نسل‌های بعد میمانه که ما دیگه فرهنگ باخت قبول نکنیم؟ اگر شما به عنوان کسی که حداقل در این رشته تلاش کردین و تجارب زیاد دارین، امی وضعیت اگر ادامه پیدا کنه نسل‌های بعد چه برس میبرن؟ خود تشویش هم نیست. تشویش هم نیست که ما هر دفعه اگر انتخابات کنیم، دموکراسی را اعلان کنیم، یک نفر برنده شود، باز یک نفر در مقابلش، یک تن مقابلش بگوی که ما قبول نداریم، ما باید اینجا پنجا شویم. اینمی فرهنگ، اینمی کلتور باید از افغانستان از بین برده شود. بگذاریم که همه حالت فعلا اعلان شده بسیار یکی بسیار رئیس جمهور حکومت و دیگر جمعه را هم در بغل خود در آغوش خود بگیره، اشخاص و افرادش که بیشتر گفتم در گروپ خود جای بیته دیگر. امریکا از افغانستان برامدنی است، امریکا از افغانستان میبره. در امریکا وضعیت اقتصادی و بسیار زیاد خراب است. امریکا دیگر نمیخواید در افغانستان در یک جنگی که چهوچ برنده نیست، یک جنگ دوامدار است، اونا نمیخواید که دیگر در افغانستان باشه. اونا دیگر مسئله همین توپ در میدان عبدالله و اشرف غنی و دیگر گروپ ها مانده که بیاین با هم جور بیاین با طالبان مذاکره کنیم. باز ما میگیم که طالبان با صلح با این اشخاص و افراد حاضر نیست. طالبان یک امارت اسلامی میخواه، طالبان یک حکومتی میخواه که همگی زیر اثر ازو باشه. اونا هیچ وقت نمیخواه که در حکومت فعلی یک 50% باشه، یک 20% باشه، یک 80% باشه. و اگر امریکا خواستش چی است و در کنارش فکر میکنین که واقعا آقای پاکزاد اشاره داشتن که اصلا تصمیم و تغییر و دست آقای غنی و عبدالله نیست، هر آنچه که از برنامه های کلانتر بیرونی است. آقای غنی چقدر قانون مدار کار میکنه و در صورتی که شما گفتین کار خوبی نیست، در 2014 ما تجربه شد داشتیم که آقای غنی توافق کردن، پس ما در انتظار چی باشیم باز هم از آقای غنی؟ آیا واقعا تن نخواهد داد تغییر کردنشان و دیدگاهشان متفاوت شده؟ او تاثیر امریکا که بالای اشرف غنی داشت در 2014 او تاثیر دیگر نداره. او وقت اشرف غنی با اندازه که فعلا تقویه شده، امروز در بین مردم مطرح شده، امروز مردم تقریبا تاییدش میکنه، او وقت یک فرد بود. امروز نصف ملت یا ازاتر از نصف ملت در عقب اشرف غنی قرار داره. امروز اشرف غنی قوی تر از سابق است. شما دیدیم در انتخابات، دیدیم ما فکر نمی کنیم که هرچی که امریکا بخواه برای اشرف غنی است. پس نصف ملت در کنار آقای غنی زمانی که است، این نصف دیگهش کجاست آقای اوتکی؟ نصفش چند پارچه است. نصفش چند پارچه است که یک گروهی شمار بوچی اشرف غنی دوستم است، یک گروهی شمار بوچی آقای عبدالله سهمشان داری نیمه دیگه است. با چه پیمانه است؟ بسیار کم است. دکتر عبدالله به صفت اما آقای پاکزاد اشاره داشتن که آقای غنی جایگاه مردمی نداره و به همین اساس است که میآید تن میتوایی قرارداد و این توافق امضا شده نیست و اگر رئیس جمهور است پس چرا باید بیای به یک نحوه باج بده؟ اگر اشرف غنی 50% قبول کرد، اگر اشرف غنی رتبه مارشالی بر رشید دوستم داد، اگر اشرف غنی باز حکومت توافقی مثل وحدت ملی قبول کرد، جایگاهش در ملت دیگه وجود ندارد. سپاسگزارم. و اگر با همین شکل که حال از فکر میکنیم که دیگه محلوبیت پیدا میکنه و دیگه جایگاهش در ملت قوی میشه و ملت در کسی هسته که باید در اونجا یک وحدت وجود بیه که در اونجا از افراد و اشخاص ملی باشه، نه از جنسالار، نه از تنظیمی، نه از دیگه و از دیگه. خیلی تشکرم آقای هوتکی و در پایان از آقای پاکزاد میخواییم بپرسم که یک جنبندی داشته باشیم که این توافق زمان اگر امضا شد آقای هوتکی باور دارن که نمیشه و اگر شد آقای غنی جایگاهش از دست میته، حکومت چگونه خواهد شد؟ تا کجا پیش خواهد رفت؟ تیمها به دنبال چه خواهند برآمد و چهار سال بعد، پنج سال بعد وضعیت چگونه میبینین؟ در کجا میباشین؟ ببین من با توجه زیاد گفته های آقای هوتکی رو گوش کردم. میخوام بگویم که اولین کاری که ما باید بکنیم اگر میخواییم در افغانستان صلح به وجود بیاید، یک نوع تفاهم ملی ایجاد شود، ما از اندیشه های توامیت خواهی
و خودکامگی باید جلوگیری بکنیم. ببینین پایه مردمی یک رئیس جمهور، یک نخست وزیر در کشورهای پارلمانی یا یک حزب سیاسی را چی تعیین میکنن؟ فقط نتیجه از این که نتایج از اینا در یک انتخابات دموکراتیک، یک انتخابات عادلانه، شفاف، بدون تقلب. خب در افغانستان چی تعیین میکنن؟ من فکر میکنم نه آقای اوتکی نه کسی دیگه میتونه ادعا بکنن که ما در افغانستان انتخابات شفاف داشتیم و در این اکثریت رای دهندگان، نه اکثریت مردم، اکثریت کسانی که ثبت نام کرده بودن، یعنی 10 میلیون نفر، اکثریت از اینا رفتن رای دادن و در میانی از اکثریت، اکثریت بیش از 50% آقای غنی گرفتن و ایره میتونن توسعه بتن بگن که پس به این جهت آقای غنی از 50% مردم افغانستان نمایندگی میکنن. خب چون این چیزی وجود نداره، چون این چیزی با وقوع نپیوسته. ببینین آنچه که در عقب گفته ها پنهان است، او عبارت از ایست که مهم نیست که در انتخابات آقای غنی برنده میشه نمیشه، مهم نیست که این کمتر از 2 میلیون و 1 میلیون، کمتر از 1 میلیون رای برده، مهم ایست که این نماینده یا سمبول یک قوم افغانستان است که خودم میگن ما 50% هستیم. وگرنه من که دیگه رای دیگه هرچی جستجو کردم که با چی معیاری میتونیم بسنجیم که آقای غنی از 50% مردم افغانستان نمایندگی میکنن، من نیافتم. خب. از این میلحاظ است که در قدم اول آنچه که ما باید انجام بدیم، از هر قوم و گروه، بیشتر گفتم از هر قوم و گروه و حزب و گروه هر که باشیم، ایست که ما ملی فکر کنیم. ملی بودن قومی با قومی فکر کردن در تضاد است. فکر میکنین پاکزاد صاحب که نرفتن مردم پای صندوق های رای این پیام نمیرسند که بازی با کارت قومی در افغانستان دیگه به پایان رسیده؟ کاملا حق با شماست. من فکر میکنم مردم افغانستان بیش از آنچه که ما تصورش داشته باشیم هوشیارانه فکر میکنند. اینا میدانند که این کسانی که در کابل توسط امریکا به قدرت رسانده شدند بعد از کنفرانس بان، اینا در واقع واقعا از مردم ما افغانستان نمایندگی نمیکنند. تشکر. از این لحاظ است که من فکر میکنم که روز به روز به جایی که مردم بیشتر اشتراک کنند، بیشتر رای دهند. ببینید در انتخابات ریاست جمهوری اخیر حملات طالبان کمتر از 6 سال پیش بود، ولی به اوج از مردم نرفتن، رای ندادن. به خاطر این است که اینا اعتماد ندارن به سیاستمدارهای کنونی قومی. آقای اشرف غنی کاملا قومی مسائل نگاه میکنه. سپاسگزارم از مهمانان ارجمند و گرامی من، جناب آقای کریم پاکزاد، پژوهشگر بنیاد مطالعات بین المللی و استراتژیک فرانسه، و همچنان آقای حبیب‌الله هوتکی، آگاه مسائل سیاسی. و شما بیننده های گرامی، ممنون که تا این دم بیننده برنامه بودید.